استاد محقق آمریکا را مایه فساد خواند و از طالبان و دیگر سیاستمداران خواست حکومت همشمول تشکیل بدهند. اما آیا واقعا این امر تحقق پیدا خواهد کرد؟ با نام یاد خداونده بخشاینده و مهربان، با درود و سلام خدمت شما عزیزان هموطن، آرزومند هستم هر جا که هستین صحتمند و سر حال باشین. 12 سال 1400 هجری شمسی و برابر با 3 سپتامبر سال 2021 میلادی است. با جوش مراجعه میکنم به اعلامیه تازه آقای محمد محقیق پیرامون تحولات اخیر که البته آقای محقیق تا توانسته کوبید آمریکا را و همچنان حکومت قبلی را، هرچند که خودش هم بخش از آن حکومت بود، اما حالا انتقاد بی سابقه پیرامون کارکردان داشته است. در ادامه متن خودش را به خوانش میگیریم و آنچه به خوانش گرفته میشود دیدگاه ما نه بلکه دیدگاه شخصی خود آقای محقیق است. بسم الله الرحمن الرحیم. و گفت که براستی هنگامی که پادشاهان صاحبان سلطه به قریه داخل شوند، آنجا را فاسد خراب می کند و عزیزان آن دیار را ذلیل می کنند و این چنین عمل می نمایند. 21 سال پیش آمریکای جهانخوار و سلطجو و اقمار استعمارشان به بهانه حادثه 11 سپتامبر سال 2021 که توسط گروه القاعده سازمان داده شده بود بر کشورمان هجوم بردند و مطابق سنت استکباری خودشان همه چیز را زیر رو کردند. اگرچه در یک نمایش از پیش طراحی شده در اجلاس بن اداره موقت شامل ترکیب از اقوام و احزاب سیاسی را به مردم ارائه کردند، ولی اختیارات در تمام عرصه ها را اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی در اختیار خودشان و اشاره خودشان انجام می شد. در این 2 دهه بیشتر به استثنای برخی موارد که مردم و نخبگان کشور خودشان دستند در کار شدند، مانند قانون اساسی و بعضی انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی، بقیه شاهرگ های اساسی قدرت، سیاست و اقتصاد و فرهنگ را برای خودشان و تربیت شدگان و دست نشاندگان و نورچشمه های خودشان که از غرب با خود آورده بودند حفظ کردند. تا این 20 سال بند گذشته ارزش های دینی و اجتماعی مردم سخت مورد هجوم قرار گرفتند و راهکارهای برای انهدام ملت بزرگ افغانستان عملی شد و قرار ذیل. 1. جهاد رهای بخش مردم افغانستان را، تروریسم و مجاهدین سرفراز کشور را که آزادی و استقلال وطن را از اشغال اتحاد شوروی سابق اعاده کرده بودند، جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر لقب دادند و در این راستا فشار حداکثری را بر مجاهدین وارد ساختند تا از صحنه سیاست و اجتماع حذف کنند که نتوانستند. 2. فساد مالی و اقتصادی و در نتیجه مالاندوزی را در حلقات نزدیک به حاکمیت مزدور نهاده نکردند که ثروت ملی و کمک های بین المللی را بدزدند و در بانک های خارجی بفرستند و فساد اخلاقی و اعتیاد به مواد مخدر را در میان توده ها گسترش دادند تا بر اساس تفکر غربی جامعه معلول و بی‌خاصیت و بد اخلاق را در عوض مجاهدین سرفراز افغانستان پای ریزی و بنیادهای خانواده را که در اسلام مهم است از اساس نابود سازد. 3. تلاش کردند که با منزوی کردن نسل وطن دوست، دیندار و پایبند به ارزش‌های اسلامی، یک نسل به اصطلاح جدید بیدین یا به تعبیر خودشان لیبرال دموکراتیک های دروغین را جایگزین کنند که در نتیجه متصدیان تازه و دوران رسیده در ادارات ملکی از صدر تا ذیل دستخوش فساد اخلاقی و مالی شدند و همه به فکر دزدی های میلیونی و جمع سرمایه در بانک های خارجی شدند و در عرصه نظامی همه جنرال های کارکشته و پر افتخار مجاهدان و مدافعان وطن را که برخی به سن تقاعد رسیده بودند و اکثریت هنوز بین سن 45 ساله تا 60 ساله بودند، خصوصا در دوره حکومت های تقلبی اشرف غنی به تقاعد اجباری سوق دادند که اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی را از وجود مدافعین وطن تصفیه و در عوض جنرال های ماشینکی و یا دختران نازدانه و تناز و به تجربه را جایگزین در سطح وزارت ها و معاونت ها و پست های حساس کردند که به این ترتیب فاتحه نیروهای دفاعی کشور نیز خوانده شد. 4. تفرقه قومی و تصفیه های بی‌رحمانه چی در عرصه ترورها و قتل های زنجیره‌ای با انگیزه نژادی در سراسر کشور اوج گرفت و در عرصه اداری و نظامی تصفیه قومی یکی از سنت‌های رایج این دوره به حساب می‌رفت که حذف 36 جنرال هزاره از شوکات اردو و پلیس بدون رسیدن به سن تقاعد از نمونه‌های بارز این تصفیه می‌باشد که در نتیجه شیرازه وحدت ملی متلاشی و انگیزه دفاع از وطن به
تحلیل رفت. پنجم، دامن زدن به دشمنی و ناسازگاری با همسایگان یکی دیگر از ارمغانهای این دوره بود که از هیچ گونه زورگویی با اتکا به نیروهای خارجی علیه آنان دریغ نکردند. و نیز هر قومی از افغانستان را به دلیل داشتن مشترکات قومی، لسانی یا مذهبی به یکی از همسایگان آن قوم را با آن کشور نسبت می دادند که شعارشان شده بود ازبک به ازبکستان، تاجیک به تاجیکستان و هزاره هم به ایران و یا گورستان، که لیبرال فاشستان دستگاه حکومت تبعیض‌گرا از این چماق علیه هر مجموعه قومی کار گرفته و یک وسیله سرکوب سیاسی ساخته بودند. در چنین اوضاع و شرایط در زیر سایه تهاجم همه جانبه نظامی سیاسی و فرهنگی آمریکا و ناتو، مجاهدین به دو دسته تقسیم شدند. یک بخش که طالبان و حلقات هوادار آنها را تشکیل می‌داد که عمدتاً باشندگان جنوب و شرق کشور بودند، با داشتن عقبه استراتژیک چون مناطق از همسایه جنوبیمان حالت نظامی خود را حفظ کردند و گسترش هم دادند تا حدی که به قدرت معارض حکومتشان تبدیل شد، و بخش دیگری که عمدتاً مجاهدین شمال و مناطق مرکزی بودند، به دلیل نداشتن چنین عقبه و امکانات نتوانستند در مقابل تهاجم آمریکا و متحدان غربیشان مستقیما بیستند. لحاظ مبارزه سیاسی در برابر مطامع و طرح‌های آنان را انتخاب کردند. اگرچه در این دوره جنگ بین طالبان و آمریکا و حکومت‌های وابسته به آن بوده و فشار نظامی غرب بیشتر روی طالبان متمرکز بوده، ولی فشار روی مجاهدین مورد خشم آمریکا و حکومت‌های دست نشانده کمتر از فشار علیه طالبان نبوده. در بخش سیاسی و اداری همیشه جناح لیبرال یا همان تکنوکرات‌ها و یا همان شاه دزدهای مورد نظرشان را از تاریخ تقلب حاکم می ساخته و هر روز صحنه زندگی را بر مجاهدین تنگتر می نمودند و یا تحت عنوان مسلح غیر مسئول مورد هجوم و عملیات های نظامی بودند و حتی به کرات برای خارجی ها گفته شدند که مجاهدین و جبهه شمال به مراتب خطرناکتر از تروریسم و طالبان هستند و از خارجی ها خواسته شده که برای نابودی آنان با حکومت همدست شوند. اکنون که سلطه سیاه و شوم اشغالگران رفع شده و کشور افغانستان بار دیگر در تاریخ مبارزاتشان ابرقدرت دیگری را شکست دادند و آمریکا بعد از دو دهه یاغیگری و قانون شکنی در سطح منطقه خسته و روسیه با قبول شکست نظامی به آن سوی دنیا کشورشان عقب نشسته و خوشحال هم هستند که جان سربازان خود را نجات دادند و به این هم فکر نمی کنند که چند تریلیون دلار سرمایه را برباد کرده و چقدر انسان کشته شده و زخمی و آواره جهان کرده است. این فال نیکی است که انشاءالله این شکست در آغاز عقب نشینی نجده های جهانخوار از کلیه کشورهای منطقه و جهان گردد، که این عاقبت همه تبهکاران است. امروز وجیبه ملی مردم افغانستان اهم از طریق طالبان و جریان‌های سیاسی دیگر سنگین‌تر از گذشته است که باید عوض حکومت دست نشانده آمریکا یک حکومت نعم البدل را تدارک ببینند، حکومتی که همه اقوام و مذاهب و اقشار اجتماعی خود را در آینه آن ببینند و همه آن را از خودشان بدانند و روی حقوق همه اقشار جامعه توافق شود و این همان حکومت نعم البدل است. تحریک طالبان چنان که خودشان هم گفتند که حکومت آینده همه شمول خواهد بود، باید در مرحله عمل آن را تطبیق کنند و نباید اشتباه حکومتی سه دهه اخیر را که انحصار قدرت و حذف دیگران سرلوحه کارشان بودند تکرار کنند، که چنانچه در گذشته کارساز نبوده و در آینده هم کارساز نخواهد بود، زیرا انحصار قدرت و نادیده گرفتن حقوق مردم ظلم است و ظلم عواقب خوب ندارد، که گفتن مملکت با کفر باقی میماند ولی با ظلم نه. در پایان شکست مفتزهانه آمریکا و از ناب خارجی و داخلی آن را به تمام ملت افغانستان تبریک گفته، برای آینده مردم کشور در سایه یک نظام اسلامی همه شمول آرزوی سعادت می نمایم. و سلام علی عباد الله صالحین، حاج محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان. این بود گپای خود آقای محقق که من تا به حال خواندم. در ادامه مرچی که میگم باز دیدگاه شخصی من هست. البته آقای محقق اینجا خیلی دل خود خالی کرده ولی از برنامه های خودشان نگفته. جناب آقای محقق، برنامه شما چی هست؟ شما گفتین انحصار قدرت قابل قبول نیست، ولی تا به حال که این گونه شده؟ اگر دفعه قبل 80 یا 70 درصد از یک قوم بود، حالا 99 درصد از یک قوم هست، پس شما برنامه شما چی هست فرزند؟
اگر آمریکایی های قدر بد بود، این حکومت قدر بد بود، چرا با اونا کار کردین؟ و مسئله شما فکر میکنم با طالبان کاملا متفاوت بودن. در هر صورت ما هم آرزو داریم که حکومت آینده همه شمول باشه، اما فکر نمی کنم که با این قدر آب و تاب ما باید بیم تبریک بگیم که آمریکایی ها برآمد. این مد نظر داشته باشیم که آمریکایی ها را که شما قدر بد میگین 21 سال با اونا کار کردین و تا آخرین لحظه تا دقیقه 90 هم با اونا بودید و حتی قدر پیش بینی هم نداشتین که چی با چی میشه. به هر صورت حالا کار هست که شده، ما امیدوار هستیم که سیاستگران ما در عرصه دیپلماسی شکست نخوره. شما گفتین که ما بار دیگر مثلا شاهد هستیم که یک ابرقدرت در افغانستان شکست خوردن. این ابرقدرت شکست نخورده، هنوز هم پروژه‌ای در افغانستان دارد و شاید همه ما شما بار دیگر جزئی از پروژه اونا باشیم. پس منتظر خارجی ها زیاد نباشین و به جای از اینکه کینه توزی با خارجی ها بکنین، با اونا همکاری های داشته باشین در راستای منافع دو طرفه. ای اصلی موضوع هست که سیاستمدارای افغانستان همیشه وقت حالا یک دفعه تغییر موضوع میده، قطعا برای مردم هم عجیب هست به نحوی. به هر صورت ما برای مردم افغانستان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.